بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. احیانا اگر جاهایی هستید که ساعت عوض نشده، جلو نرفته، ممکنه تعجب کنید که چرا ما یه ساعت زودتر شروع کردیم. در حقیقت ما به وقت واشنگتن و نیویورک کار میکنیم و اینجا هم الان ساعت 2 بعد از ظهر، 2:01 بعد از ظهر و درست شروع کردیم. و اینجوری که ما زود شروع میکنیم یا ساعت بهار اشکالی نداره، چون بالاخره اونایی هم که منتظرن 2 بیان برنامه رو ببینن میان و میرسن و میفهمن که ساعت عوض شده. ولی وقتی که ساعت بر میگرده عقب یه ساعت، اون موقع است که ما یه مقداری اشکال داریم. خب امروز 14 ماه مارچ 2016 میلادی است و برابر با 24 اسفند ماه 1394، 5-6 روز بیشتر باقی نیست به تحویل سال یا سال تحویل. و امیدوارم که خونه هاتون رو، خونه های دلتون، خونه های مغزتون رو خانه تکانی کرده باشید و از گرد و غبار دشمنی ها و چی میگن از این اون ناراحت بودن و دلخوری ها پاک شده باشه. و اما اجازه بدید همین اول برنامه من تشکری داشته باشم از این دوست عزیزی که از کانادا کارت تبریک نوروز ارسال کرده، $20 کانادایی هم گذاشته لای این پاکت و ممنونم. امیدوارم که سال خوبی برای ایشون هم باشه. ضمناً سلام گرم من و تبریکات سال نو رو خدمت مادر عزیزشون رو هم اعلام میکنم. امیدوارم ایشون در این سال از سلامتی یا از سلامتی به اصطلاح برخوردار باشه یا سلامتی بهتری داشته باشه. کسی دیگه ای که با تشکر کنم آقای دکتر حسن ماسالی است و روز جمعه اگه یادتون باشه من در برنامه 1-2 دقیقه صحبت کردم و گفتم کتابی ایشون نوشته به زبان آلمانی که به زودی به زبان انگلیسی هم نوشته میشه و اگر شما از خودتون میپرسید که چرا به زبان فارسی نه، دلیلش من و شما هستیم که کتاب خون نیستیم. یک، دوم این که ایشون شاید میخواد بحران جهانی و عوامل آن را به مردم دنیا بگه. از اون گذشته الان بیشتر ایرانی ها دیگه قادر به خوندن انگلیسی هم هستن، ولی این نسخه ای که امروز به دست من رسید و تشکر میکنم از آقای ماسالی، این چاپ به اصطلاح به زبان آلمانی نوشته شده، نمیدونم پیدا هست یا نه، بله به زبان آلمانی نوشته شده و ایشون لطف داره چون میدونه من در آلمان بودم و اون موقع ها زبان آلمانی بلد بودم، این رو برای من فرستادن ولی متاسفانه هم فراموش کردم، هم اون چیزی هم که ما اونجا بلد بودیم آکادمیک نبود، به این اندازه بود که اموراتمون رو بگذرونیم، ضمن این که من اونجا کلاس زبان آلمانی رفته بودم و خیلی عکسای زیبا و به اصطلاح تاریخی داخلش هست. یادم میاد یه دوستی به من میگه من هر وقت میخوام کتاب بخرم اول نگاه میکنم، اگه عکس نداشته باشه نمیخرم. در هر صورت اگر شما هم مثل دوست ما علاقمند هستید به کتابهایی که عکس داره، این کتاب این کار رو انجام داده. خب دوستان عزیزی که برنامه رو الان میبینید، ساعت 2:04 بعد از ظهر به وقت جدید واشنگتن و نیویورک و روز دوشنبه 14 ماه مارس 2016 و برابر با 24 اسفند 1394، لطف کنید به ما بگید که صدا و تصویر چگونه است. حتی اگه این برنامه رو به صورت بازپخش میبینید باز هم میتونید این لطف رو کنید و به من بگید. من پریشب یه جایی بودم فیلم برداری میکردم و یکی از دوستان آمد گفت آقا تو هر چی میخوای بگو که این سیستم تلویزیون نقلیه و با یه کامپیوتر و با یه برنامه و خودم تنها هستم، من باور نمیکنم. و جالب اینه که ایشون خودش دستاندرکار تلویزیون بوده و به اصطلاح برنامه‌های بزرگ و آمریکایی و اینها، ولی اجازه بدید که فعلا اسمی نبریم مگر اینکه خودشون بخوام. اون روز وقتی من گفتم هر کسی میخواد تبریک عید سال جدید رو بگه به
فامیلش، دوستانشون اینها، و نخواستیم بابا پولم نمیخوایم، مجانی براتون پخش میکنیم. یه دوستی گفت که آی سوربی شما اینجوری که صحبت میکنی اگه کسی هم بخواد پیام بذاره میگه نه، حالا سوربی اینه که پخش میکنه، فوری بعدش هم میگه اینم یکی از مفتخورا. در صورت این دوستمون لطف کرد، یه مقداری هم پول به تلویزیون مردم حمایت کرد و سپورت کرد، گفت نه اسمی میخوام ببری ازم، نه تبریک به کسی میگم، ممنونم. و اما علی شیرازی عزیز برای ما یک مقاله رو از روی NBC نیوز، گفتن دیگه الان تلویزیون ها نشریه هستن، نشریه ها تلویزیون و رادیو هستن و هیچ فرقی با هم ندارن و حقیقتا اون معنای میدیا یا رسانه رو در مجموع دارن و به این صورت حفظ میکنن. و اما این خانم سیرا پیلین که آدم واقعا هم از دستش عصبانی میشه هم دلش میسوزه که این چجوری افتاده در دام این به اصطلاح همین سیستم یا فرهنگ آمریکایی، چجوری از به اصطلاح سوء استفاده چی بودن و اینها به فرمانداری آلاسکا رسید، بعد آمد و آقای جان مکین دیوانه این رو معرفی کرد به عنوان نخست وزیر و خیلی ها میگن همین باعث باختش شد، حالا هم که چسبیده به آقای دونالد ترامپ و گویا قرار بوده که بره و دونالد ترامپ رو توی یکی از این برنامه‌ها دوباره سپانسر بشه، ولی همسر خانم سیرا پلن با این چیزا تصادف کرده و فعلا اون لغو شده و فرقی هم نداره، دونالد ترامپ خودش الان این یابو ورش داشته و با سرعت داره جلو میره. ضمن اینکه نگرانی باید پشت کلمون باشه، همون جوری که توی آلمان گویا تندروها برنده شدن، اینجا هم ممکنه به احتمال 90% دونالد ترامپ برنده بشه، چون خیلی ها میگن نه آقا اگه ترامپ هم آمد بالا بعدن این خانم هیلری کلینتون میاد میزنه بهش. متوجه نیستید شما ترامپ یه قشری رو که سالها رأی نمیدادن سرخورده شده بودن اینها رو به جوش و خروش آورده و اونها میان رأی میدن، یعنی امسال مثل 4 سال قبل، مثل 8 سال قبل نیست که شما بگید اینقدر ریپابلیک میاد، دو برابر سه برابر جمهوری خواهان زیاد شدن. در هر صورت اگر خدایی هست به دادمون برسه، اگر هم نیست که خب دیگه نمیدونم چه باید کرد. ممنونم از علی عزیز. بریم سراغ دیگر نوشته ها. ایشون باز لطف کرده یه نوشته ای رو فرستاده از دیلی نیوز، ولی این مال 29 سپتامبر 2015 است. البته میدونید که مسئله قتل و تجاوز و اینها هیچ وقت به اصطلاح اون چیزش نمیگذره. سعید به من گفته بود، سعید باباش قاضی بود و بلد این ترم های فارسی را، حتی را که این statue of limitation، انقضای نمیدونم زمان شکایت یا هم چیزی کی میشه. دو تا چی هست که هیچ زمانی نداره. شما مثلا اگه از یک طلبکار باشید ممکنه بعد از یه سال دو سال اگه بری دادگاه، دادگاه میگه اون تایمش گذشته و دیگه شما حقی ندارید. ولی اگر تجاوز یا قتلی باشه هیچ وقت تموم statue of limitation نداره. و اما اینجا عکسی رو گذاشته که میبینید به نام آقای شایان مزروعی 22 ساله. این آقا کشته شده به وسیله یک، والا نمیدونم به اونم آقا بگیم نگیم، و اون کسی که این بیچاره جوان رو کشته این آدم هست که دیگه شما میگفت رنگ رخساره یا رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. من فکر کنم رنگ رخساره است، چون مریضا هنوز تا هنوز هم رنگ شما رو نگاه میکنن، زبونتون رو نگاه میکنن که از روش بفهمن گرمیتون شده، سردتون شده، و حتی رنگ چشم رو. در صورت نگه که سه ماه بعد از این که این آقا آزاد شده از زندان، زده اون بیچاره رو کشته و حالا گویا اینها دنبال این برنامه هستن که اگه بشه این رو به عنوان هیت کرایم. و اینجا شهزاد مزروعی
این رو میبینید که در شبی که برای پسرش بیچاره، خدایا بگم چی، این مادرایی که بچه هاشون رو از دست میدن، واقعا اگر صبری به نام صبر ایوب هست به اینها عطا کنه که خیلی درد مشکلی و رنج و غم بزرگی هست. و اینجا رسمه وقتی یک کسی اینجوری کشته میشه، تصادف میکنه، از بین میره، مردم میان با اون فامیل و همسایه ها و اینها شمع روشن میکنن و وای میسن، دلداری میدن، گریوین به اصطلاح عزاداری میکنن برای اون شخص. و اینجا میگه که این مادرش هم اینجور. و چرا میگن هیت کرایم؟ هیت کرایم فکر کنم اولا از ایالتی میاد بیرون و میشه به اصطلاح یک تخلف فدرال، وارد نیستم درست ولی فکر کنم به این صورته، و جریمه و چیزش هم مجازاتش هم خیلی زیادتر از چیز به اصطلاح اون جرائم معمول هست. و اما دوستی نوشته که چه انتظاری بیش از این میتوان از چنین امت حاضر در چپاول، دروغگویی، پشت هم اندازی، نان را به نرخ روز خوردن و صیغه چند دقیقه‌ای، چاپلوسی و و داشت. ضمناً اگر مرقد آنها معطر است، پس چرا برای از بین بردن بوی گندش دائما گلاب مصرف می‌کنند؟ من اعتقاد دارم بهشت آنجاست که ملایی نباشد. بعد در همین رابطه یه چند تا عکس هست از امامزاده های مختلف و ایشون نوشته امامزاده چیچی، یعنی از بس دیگه این اسپا غریب و عجیب و خنددار و مضحک هست دیگه این دوستمون نوشته امامزاده چیچی. مثلا این نوشته مرقد مطهر امامزادگان این و قین علیه السلام. من اول خوندم این دفین کیه، گفتم ولی این این و قینه، یعنی اسمشون هم حتی نمیتونن بگن و مرقد مطهره دوتا امامزاده اینجا، یکی بخر دوتا ببره. اینجا نوشته که آستان مقدس امامزادگان هفتن و هشتن. بله اینجا نوشته آستانه مبارکه امامزاده سام و لام، نمیدونم ول آستانه مبارکه امامزادگان علی عین، جعفر عین، شیرین سه، یا بود اینا علیه السلام هن، اینا سلام الله علیه، اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، آستان مقدس امامزادگان دال و زال علیه السلام، آستانه، بذارید این براتون بزرگتر کنم که اینها ببینید که ما فکر نکنید داریم مسخره میکنیم، خدای نکرده اینا خودشون رو مسخره میکنه، آستانه مبارکه امامزاده درب آهنی علیه السلام، امامزاده چیچی امام. اینجا هم نوشته اللهم صل علی محمد و اینها رو این بالا نوشته امامزاده چیچی امام علیه السلام. بعد اینجا هم نوشته به انگلیسی امامزاده چیچی امام. خب و اما اینجا نوشته به طرف امامزاده این گزو گوزو هرچی که شما بگید، پروژه احداث امامزاده یحیی مجری اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر و چالوس، یا نوشهر چالوس، ناظر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران. اینم همون عکس پایین‌تر، اینم دوباره همونه و اینها دیگه دوباره داره تکرار میشه. این یکی رو کامل ندیدید بهتون نشون بدم، امامزادگان دال و زال. این که سوربین میگه کارمون خیلی خرابه واقعا همینه، و اگر برسم به اون روزی که درست شدنی هم نیست با شما خداحافظی میکنم و میرم دنبال کار و کاسبی. و اما دوستان دیدید من یکی دو بار در برنامه ها گفتم که دوستانی میان ضمن تعریف از آقای بابک هروی یه چیزایی رو مینویسن که درست نیست و ایشون دارن بت‌سازی میکنن. امروز صبح خیلی زود آقای بابک هروی لطف کرد تماس گرفت گفت سوربی جان
گول اینها رو نخور، اینها دشمنانی هستند یا گرگهایی هستند در لباس گوسفند، یا دشمنانی هستند در لباس دوست و میخوان از این طریق به من ضربه بزنن، و شما اینها رو نه بخون و نه چیز کن و حتی بنداز دور. ما همین کار رو میکنیم و از این به بعد هر کسی هر چیزی در رابطه با بابک هروی میخواد بگه، ایشون هم پیج شخصی داره به نام بابک هروی، هم صفحه یا پیج بیزینس که همون خبربین هست، برید اونجا بنویسید تا اونم بفهمه واقعا دوست کیه دشمن کیه. و اما ایران پرس نیوز گفته فیلم سخنان شجاعانه محمد نجفی وکیل دادگستری. این فیلم ها را اگه کسی بخواد ما میتونیم پخش کنیم، ولی توی برنامه زنده نمیتونم، چون این برنامه ها روی یوتیوب بایگانی میشه، یوتیوب دیدن دوستان بعد از 3 سال، بعد از 2 سال، بعض وقتا بعد از 10 دقیقه برای ما میفرسه و میگه این کپی رایت داشته و شما کپی رایت اینها رو بی خود استفاده کردید. چشم. در هر صورت میگه که سخنان شجاع، این فیلم ها رو اگه بخواین با پرداخت مبلغی خیلی ناچیز میتونید از تلویزیون مردم پخش کنید، همینجوری که برنامه سوربی پخش میشه، برنامه ارشاد پخش میشه، برنامه آقای افشارها پخش میشه، این فیلم ها هم میتونه پخش بشه. ضمناً تا همین امروز ویدیوی آقای هوشنگ رادخو و از طرفی ویدیوی آقای چمنارا رو پخش کردیم. این دوستان هم هر دوشون در فیسبوک صفحه خودشون رو دارن، میتونید باشون در تماس باش. و اما میگه که این آقای نجفی وکیل دادگستری در مسجد شازند درباره فساد و تبهکاری باندهای حکومتی و فقر و سیه روزی مردم، وی درباره خرید و فروش رای با مواد مخدر و هزینه کردن سرمایه های مردم، خرید و فروش رای با مواد مخدر، ای داد بیداد، یعنی اینا میرن مواد مخدر میدن به طرف که معتاده بیا رای بده، هزینه کردن سرمایه های مردم ایران در سوریه و عراق سخن میگوید. به نظرم میاد فیلم جالبی باشه، بعدن ضبط میکنم یه بار مهمون خودم پخش میکنم، اگه کسی میخواد این بیشتر پخش بشه شما هم قدم پیش بگذارید. خب و اما یزد کشف حجاب کنید و تخفیف بگیرید. فردا نیوز در پی نابسامانی و عدم مدیریت در هتل‌ها و رستوران‌های یزد و در سایه غفلت و سکوت مسئولان استان شهر یزد که به حسینیه ایران و شهر دارالعباده مشهور است، شاهد بدترین اتفاقی بود که میتوانست به خود ببیند. معتادا، جوونا، نمیدونم از بین برن، خودکشی، اینا هیچ مهم نی، ولی این بدترینه. حالا گوش کنید تا من براتون بخونم. شاهد بدترین اتفاقی بود که میتوانست به خود ببیند. یکی از رستوران‌های واقع در پرآوازه ترین هتل شهر یزد وقاحت را از سر گذران و از مردم دعوت کرد تا با لباس تم شهرزاد، مدل فیلمای شهرزاد هست، این بیچاره ها را به خاطر اینکه اون زمان بی‌حجابی بوده و حالا مجبورن حجاب بپوشن، یه لباسای پوشیدن مثلا از رنگ بدن لباس تا اینجا، لحظه اول که نگاه میکنی خب فکر میکنی این بالاخره مثل اون زمان لباس بوده، ولی بعدن میبینی حتی گوششون رو هم میپوشونن. حالا تازه اونها رو یه رستورانی، بابا اینجا رسمه، مثلا میگی یه روز همه سبز بپوشین بیان، اونایی که سبز میپوشن میان، دوتا آبجو مجانی، خوراک مثلا شکلات و بستنی بعد از خوراک مجانی. این بیچاره این هتله گفته اینایی که حالا چون تب شهرزاد هست و 20 چند تا قسمت پخش شد و اینها، که من حقیقت وقتی هم نگاه کردم گفتم بابا این چی، آدم اصلا هم افسرده میشه هم علاف میشه، مثل این فیلمای جنرال هاسپیتال بود اون وقتا، هر روز نگهت میداشت برای فردا که ببینی کیه، بعد یه بار این کشته میشد دوباره زنده میشد، دوباره اینجوری میشد دوباره اون زنده میشد. مثلا تو همین فیلم آقای حشمت کشته شد ولی برادرش از زندان اومد، یعنی یه مهره میره بیرون یه مهره دیگر میان و همینجوری بازی میکنن. ضمناً فیلم شهرزاد میگن یه تحریف بزرگ درباره تاریخ ایرانه، نوشته هایی هست در این باره، نمیدونم دستم کجا زدم، این استخون اینجا هم درد میکنه، امان از پیری که هر جا دست میذاری درد میکنه. ماجرای اون طرف رو میدونی، رفت دکتر گفت آقا من هر جا دست میذارم درد میکنه، دکتر گفت نشون بده ببینم، گفت گفت سرت درد میکنه، گفت بله، گفت نشون بده دست، گفت
گفت اینجا شونت هم درد میکنه؟ گفت بذار من دست بذارم. گذاشت گفت درد میکنه؟ گفت نه. دست گذاشت گفت درد میکنه؟ گفت نه. گفت انگشتو بده ببینم. دست زد به انگشتش، داد این طرف رفت بالا. گفت آقا انگشت درد میکنه، تا از این انگشت استفاده نکن. در هر صورت اینم تحریف بزرگ اون و این ماجرا و اینها. و اما بیایم سراغ این رکی از رستوران پر آوازه و اینها، تا با لباسهای تم شهرزاد یا با عبارتی پوشش لباس دهه 30 از تخفیف بهرمند شدم. این رستوران در یزد که پیش از این با برگزاری مسابقه و مهمانی ویژه با تمهای قرمز سرمه‌ای در آذر ماه سال جاری کار خود را شروع کرد، با فراخوانی دختران و پسران از آنها می‌خواهد تا با لباس‌های یک رنگ تیپ بزنند. این تیپ بزنند چیز ایران جدیده، ما وقتا نمی‌گفتیم تیپ بزنند، در رستوران عکس بگیرند و از تخفیف برخوردار شوند. اما موضوع به همین تمهای رنگی ختم نشد و به تازگی این رستوران به بهانه برگزاری مسابقه و مهمانی با تم شهرزاد یا پوشش غیر اسلامی دهه 30، یک به همینا بگه احمق، اگه این پوشش غیر اسلامیه چرا این فیلم داره تولید میشه؟ و ببخشیدا اون معرکه های شیر تو شیر خر تو خر که میگن، درست همین ماجرای ایران الان و همیشه اینجوری بوده. امروز من دوستی برام این سریال من و تو رو فرستاد در رابطه با شاه، ببینید واقعا آدم گریهش میگیره. یعنی من وقتی این دونالد ترامپ رو میبینم که این حرفا و مزخرفات میگه، میگم این یه دوستی نداره بهش بگه این مزخرفا رو نگو، که البته خانمش گفت من بهش میگم، حالا عمل کنه یا عمل نکنه من نمیدونم. ولی بشینید و به صحبت‌های شاه گوش بدید که چقدر خودش رو میاره پایین که یه خبرنگاری یا چیز بود مایک والاس یا یکی از این انگلیسی‌ها ازش میپرسه که آقا شما که توی دفتر به این زیبایی کار میکنید، نخست وزیر انگلستان یه دفتر خیلی ساده‌ای داره. بعد شاه هم مثل بچه‌ها میگه که بله من شاه شاهانم، من 2500 سال تاریخ شاهنشاهی دارم و ضمناً قصر باکینگهام شما 100 برابر این ارزش داره. یه نفر نیست به این بگه ببخشیدا، اگر خودتو ذلیل نکرده بودی، پست نکرده بودی، همون جوری که مصدق بهت گفت برو سنگین رنگین پادشاهی کن، هیچ احمقی هم به خودش جرأت نمیداد ازت این پرسش رو بکنه. که تا هم حالا مثل بچه هایی که ماشین بابای من بزرگتره، نمیدونم کلای بابای من قشنگتره، بیای بگی اینجوری، ای داد بیداد، این دکتر نمیدونم فلانی، آقای نخست وزیر فلانی، جمشید آموزگار، اینها کجا بودن؟ چه کسی اینها را اخته کرده بود که جرأت نداشتن به این بگن آقا عکستو بذار اینجا بزرگ با این تاج گنده و عبا و عدا و ردا و رو پوش، همه جواهرارم آویزون کن، گرز نمیدونم جمشید رو بگیر دستت، شمشیر زرتشتم بگیر دستت، ولی برو تو اتاقت، برو تو قصرت، بذار دوتا دیگه بیان صحبت کنن. ببینید این فیلم ها رو با فارسی نوشته، ضمناً انگلیسی حرف میزنه، چیزی رو عوض نکردن. برید ببینید اینا رو، آدم گریش میگیره که میاد سر نمیدونم 10 سنت اینجوری. بعد میگه اون کسی که این فیلم ها رو درست کرده، میگه زمانی که شاه با این اوپک در افتاد به این خارجی ها، به قول خودش چشم آبی ها، تمام منفعت رو کشورهای عربی میبردن به دلیل گرون شدن نفت و هیچ کدومشون در صحنه سیاست غرب چی میگن؟ قدنمایی میگن؟ چی میگن؟ عرض اندام نکردن. حالا شما هی بیا به من بگو که شاه نابغه بود. آقا خانم، شاه یک هنرپیشه بود ولی نادان سیاسی بود. شاه یابو برش داشته بود. بابا شاه رو ول کنیم، شاه مرد، قصه خلاص، بیایم بریم دنبال چیزای دیگه. اینم حالا ماجرای شیخ، اینم ماجرای شیخ. 20,000 تا رأی توی شهری اضافه کردن که نماینده خودشون انتخاب بشه، طرف داد و فریاد. میگم آقا چه داد و فریادی؟ اگه شاه سوئیس رفته خودش نمایندگان سنا رو منصوب میکرد، شما چه انتظاری داری که آخوند قم رفته بیاد برای شما بهترین انتخابات دنیا از نوع درجیه که شروع بده؟
مثل شما برید توی سوپرمارکتی یه جای شهر که وزارت اداره بهداشت و پلیس و همه چی نظارت میکنن، اونجا مثلا انتظار نداشته باشی که این تمیز باشه، بهداشتی باشه، بعد برید توی یکی از این کوره ده ها، چرا میگن کوره یعنی کوچیک میگن، توی یکی از این کوره دهات و یک کسی که پشت منزلش یه مغازه باز کرده، چهار تا نوشابه آب میریزه، یخ هم اونجا نیست، شما انتظار داشته باشید مثلا اینجا سوسک نباشه، مورچه نباشه. خب انتظار شما بیجاست، ولی اون سوپرمارکته که با نرخ خوب، با اجاره خوب، جای خوب هست، اون باید بهداشت و اینا رعایت کنه. این بیچاره که چهار تا نوشابه میفروشه، نخور اونجا، نخر، تازه اگه خواستی بخری حتی با دستت اون چیزا رو تمیز کنی بهتر از اون آشغالایی که اونجاست. اینم ماجرای ما بیچاره. خب بریم ببینیم بعدش براتون چی گذاشتم. و اما ناگفته های پزشک معالج مصدق پس از 50 سال. خب جالبه ولی دیگه به دردمون نمیخوره که واقعا جای تأسفه. مایی که الان میشنویم این آخوندا، طرف میگه من آمدم بیرون برای دندون پزشکی، زندان میگه من، زندانی میگه من از ایران اومدم بیرون برم دندونام رو درست کنم، اون یکی میگه برم جراحی کنم. اون وقت شاه سوئیس رفته، نخست وزیر خودش رو حبس خانگی کرده، نمیذاشته دکتر و اینا هم برن، که این دکتر و اینها حالا با واسطه و ضابطه و اینها رفتن اونجا. بعد ببینید چی نوشته اسماعیل یزدی، تاریخ ایرانی، سالی که کودتا و دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی محبوس شد، جوانی 22 ساله با رتبه اول از دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و با دفاع از پایان نامه خود با درجه ممتاز دکترای دندانپزشکی گرفت. از بورسی که به فارغ التحصیلان دانشگاه ها تعلق می گرفت استفاده کرد و راهی آمریکا شد. خلاصه بعد میگه که میرن اونجا میبینن مصدق سرطان داره، حتی بیوپسی یا نمونه برداری میکنن و این ماجراها. ولی دوستان که شما امروز میگه آقا چرا این آخوند، اون یکی آخوند رو تو حبس نگه داشته، همین شاه مصدق رو تو حبس خانوادگی نگه داشته و تو همین فیلم ها اتفاقا میگه که به مرده میگه که شما فکر میکنین مثل قدیما میتونید بیان برای ما نخست وزیر انتخاب کنید، منصوب کنید؟ یه قدم نمیره جلوتر بگه مثل قدیما شما میتونید بیان شاه برای ما نصب کنید، از اون ورم شاه رو عزل کنید، از اون ور من رو بذارید شاه. دروغ میگفت، هنرپیشه خوبی بود. میدونی که هنرپیشه‌ها کسانی هستن که دروغ بگن شما باور کنی و این شغلشونه. اینم از این بابت. و اما ساعت 2:28 بعد از ظهر هست. اگر ساعتاتون، بهتون میگم همه جای آمریکا هم ساعتاش عوض نمیشه. من امیدوارم یه روزی این مشکل ساعت بکش جلو و بکش عقبم برطرف بشه. اینجا میگن چی؟ وینتر یه چیزی درست از زمستان، ساعت میره عقب، بهار میاد جلو و هرچی هم شما خودت بخوای عادت بدی، بالاخره اون یه روز اول روز دوم برات یه مقداری مشکله. مثلا دیروز یه برنامه بود، من توی روز جمعه بهتون نشون دادم که این دوستان وبینار 13 جلسه میخوان درست کنن، برای طرف نوشتم آقا این همه اتاق و جای چیز، شما اومدید اینجا وبینار میخواین درست کنید، اولین چیزی که من میگم میگه فلان پروگرام رو کامپیوترت نصب کن. کامپیوتر ما اینجا مال کار و زندگیه، من هر پروگرام پدر و مادری رو که نمیتونم روش نصب کنم. در اصل گفتیم آقا نخواستیم، ضمن این که اسمم نوشته بودیم بریم، گفتیم نه بابا نریمم بهتره راه. خب درود به جناب سربی گرامی و تشکر برنامه های خودتون. آهان این همون ماجرای آقای چیزی که بهتون گفتم، آقای بابک هروی، این دوستمون کلی اول به اصطلاح با من چاخان کرده که چنین و چنانی برنامهات خوبه و سرت نمیدونم مثل تاووس، دومت مثل فلان. بعد از بابک هروی گفته، بابک هروی میگه که این یه طرحی هست که البته اون اسم برده، من اسم نبیارم چون مطمئن نیستم، یا خودش اگه بخواد میتونه بگه ولی من نمیگم، اسم برده که این طرح رو فلانی و فلانی دارن اجرا میکنن و میخوان بابک هروی رو به این صورت در چشم دوستانش به اصطلاح بدنام کنن یا از چشم مردم بندازن. و اما این خیلی قشنگه، ضمن قشنگی و زیبایی من میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم. این ماشین آلفا رومئو و
شما ببینید به جایی که عکس دوربین روی ماشینه باشه، روی سینه های این خانومه. خب باز دوباره اینجا در نمایش این ماشین ها همش میبینید از خانم ها استفاده میکنن. خانم هایی که هی میگین ما میخوایم حقمون رو از مردا بگیریم، شما اگه تونستید اول خودتون بیاین و بگین ما نمیخوایم، ما نمیخوایم ابزار و آلت سوء استفاده چیان باشیم، ما نمیخوایم شما از ما استفاده کنید، ما رو گرسنه تشنه نگه دارید که لاغر باشیم و نمیدونم شماره باسنمون این باشه، شماره کمرمون این باشه تا ماشینت رو بفروشی. اگه ماشینت خوبه آقا مشخصات ماشینت رو بنویس اینقدر هورس پاور داره، ننویس اینقدر باسن اون خانم گنده است. شما نگاه کنید ببینید اول من این تصویر رو عوض میکنم، شما عکس ماشین رو میبینی یا فوری عکس این خانم ها رو. اینجا که دیگه راحت کرده خودش رو، این خانم ها رو زیبا رو گذاشتن پشت چیز برای اینفورمیشن که مثلا یک کاغذ به دست شما بدن. اینم ماشینی که حتما هم آلفا رومئو یا چیزی اسپایدر، ولی دوباره میبینید که زوم فوکس روی خانم ها هست. باز نگاه کنید و حالا میریم توی ماشین مزاراتی که برای خودش مزراتی هم داره. این لباس بهش میگن سیترو یا بدن نما. میبینید قشنگ بدنها پیدا، حال مهم نیست اینجا لختم بیان مهم نیست، ولی این که اینها رو دارن استفاده میکنن، مخصوصا چون ایام 8 مارچ هست، روز جهانی زن، میدونید خیلی از این مدلها دوستان مریض بعدن از لحاظ این دیگه بنده خدا مجبور شده چون لخت پشتش دست گذاشته اینجاش که پیدا نباشه. و اما این بریم کادیلاک، به به بله خب کادیلاک یکم خانمه مثل که سنگین رنگین تر و مسنتره و این لانسیا یا لانچیا نمیدونم اگه ایتالیایی باشه، ولی ببینید اصلا بیشتر زوم روی این خانم ها هست تا اینکه روی ماشین ها باشه. اینم نمیدونم کادیلاک فراریه چیه. بله گفتیم اینم به شما نشون بدیم. اینم ماشین سوبرو که ببینید یه آقایی رو گذاشته، یه پلیسی رو گذاشته با این. حالا دیگه خودتون ببینید کی سوء استفاده کرده، کی واقعا داشته حقیقت رو نشون میداده. سوبرو میدونید که یکی از بهترین ماشینای دنیاست، حتی این 4x4ش یا 4 ویل درایوش خیلی چیزای جالبی هست. ببینیم که این چیه. تیم ون هولن، اوکی. آقای سهیلی هم لطف کرده یوتیوب فرستاده که ما در برنامه نمیتونیم نشون بدیم، بریم ببینیم چی داریم. و سوبارو هم نشون دادیم. بله حالا اون خانوم ها بیان با این خانوم مقایسه کنید. میدونید که دنیا همش مقایسه است، همش مقایسه است و هیچ چیزی ما به غیر از مقایسه کردن نداریم. زشتی، بدی، سردی، گرما، خوشبو، بدبو، همش روی مقایسه هست. این خانم که عکسشو میبینید اسمش هست صوفی یا همون لابد صوفیا مثلا. صوفی مارسو بازیگر معروف فرانسوی دریافت مدال لژیون دونور عالی ترین نشان افتخار فرانسه را رد کرد. خانم مارسو 49 ساله که در بیش از 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته است، در اعتراض به اهدای مدال لژیون دونور از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به محمد ابن نایف واحد ولیعهد سعودی از پذیرش این مدال خودداری کرد. خبر دریافت اهدای عالی‌ترین نشان فرانسه به نایف یا نایف به پاس مبارزه عربستان با تروریسم و افراط‌گرایی که در صفحه هم گذاشته بودم. گزارش روزنامه این از خودداری مارسو از دریافت جایزه. ممنونم از این دوست عزیزمون. و ببینید دوستان اینجوری اعتراض میکنه، طرف میگه شما این جایزه رو وقتی به عربستان سعودی به یکی از مسئولینش دادی که خود اینها ام الفساد، ام التروریست هستن، من این رو قبول نمیکنم چون این نشون میده این مداله بی‌معناست، اصلا چیزی نداره. و اما پولها کجاست؟ تو جیب منه؟ تو جیب شماست؟ پولها کجاست؟ یه ویدیوی رو گذاشتم رو فیسبوک، وقتی به نوبت فیسبوک رسیدیم میریم و اون رو هم بهتون نشون میدیم. آقای روحانی میاد میگه که بابا این زنجانی رو میخواین اعدام کنید، اوکی اون قسمت دادگاه و اینها هست، من دخالتی نمی کنم.
این رو هم میدونید که این آخونده یا همون آقای رئیس جمهور احمدی نژاد هر وقت اینا مسئول بودن، هر کس یک کسی میگفت فلان، میگفت اون به قسمت قضاییه و من مربوط نیست، مال ما به اصطلاح قسمت اجراییه است. از این ماجرا در اصل این میگه که ولی مردم میگن پولها کجاست. دوستان 2,700,000,000 دلار، ای داده بیدار، واقعا ای کاش من میتونستم با این بابک زنجانی مصاحبه کنم بگم آخه مردک این پولا که مثل قدیم نیست تو بیاری سکه طلا و جواهرات بشینی بازی کنی. تازه همون سکه های طلا و جواهرات هم بازی کردن باهاش، گهگاه من وقتی میرم دریا ساحل یه جایی یه سنگی یه صدفی رو از کنار دریا برمیدارم نگاش میکنم، اولا فکر میکنم این سنگه چقدر بزرگ بوده که حالا بعد از میلیون ها سال شده اینقدر به دست من رسیده، چه نقش های قشنگی توشه، چه رنگ های زیبایی توشه. من نمیدونم آقای بابک زنجانی آخه بی پدر و مادر، تو این همه پول رو برای چی میخواستی که حالا بدبخت تو زندان بشینی منتظر طناب اعدام احتمالاً شب تا صبح 6 بار؟ والا خود من وقتی یه جایی قرار برم یه ویدیو بگیرم 4 بار 5 بار از خواب میپرم، هی فکر میکنم همه وسایلمو گذاشتم. حالا اونی که میخواد اعدام بشه الا که دیگه بلد باشه لابد یه جوری دوایی چیز بکشه بخوره که حالش نشه، و الا چند بار آدم شب تا صبح از خواب بپره که قرار اعدامش کنن؟ آخه میارزه؟ اونم 2,700,000,000 دلاری که حتما توی بانک ها برای خودشون گذاشتی. همین شاه بیچاره که انقدر تلاش کرد توی اوپک پول نفت بره بالا، آقا پول نفت را چه کار کردی؟ همشون ازت چیز گرفتن که اوکی ما انقدر میخریم به شرطی که این پولا رو بیای تو کشور خودمون سرمایه گذاری کنی. اوکی ما انقدر میخریم به شرطی که این پول رو وام بدی به لون به بانک جهانی. آقا نفت رو ارزونتر میفروختی، پول مرد پول خرج مردم میکردی، اونجا محبوب بودی، قشنگ تو کاخت زندگی میکردی، هیچ کم جرأت نکنه بگه تو 10 تا کاخ داری. والا بلا اگر قرار باشه یه روزی بیان یه کسی رو انتخاب کنن که صلاح و مصلحت شاه رو میخواسته، فکر کنم من اینجا منتخب میشم و میشم اولین. اینا دروغ‌ها دورش ریختن اینجوریش کردن. یکی بهش نگو آقا تو گفت بیچاره مصدق گوش نده، خودشم مقصر. ممنونم از دوستی که این ویدیو رو فرستاده، پولها کجاست، روی فیسبوک ما هست دوستان. فیسبوک ما یعنی فیسبوک مردم تیوی، فیسبوک من یعنی فیسبوک سوربی، هم فیسبوک صفحه خودم دارم که فیسبوک اسمش گذاشته پروفایل، هم صفحه بیزینس داریم که اسمش گذاشته پیج. پدر سوخته بذار پرسونال بیزینس، همه رو دارن عوض میکنن. باز برمیگردیم به صحبت‌های دکتر افشارها، این آموزش استعماری و استعمار آموزشی، البته دوستمون علی شیرازی میگه این چیزی بود که خمینی هم گفت، و آیا آقای افشارها میخواد بگه خمینی درست گفت؟ گفتم والا من نمیدونم، از خود ایشون سوال میکنیم، ولی اصلا مهم نیست خمینی گفته، مهم نیست که آقای افشارها هم تو این برنامه گفته، برید بزنید تایپ کنید ببینید خود آمریکایی‌ها کتاب‌ها در این باره نوشتن، الان به بن‌بست رسیدن مسئله این نوع درس خوندن و اینها. میدونید که طرف دیپلم میگیره از مدارس آمریکایی بلد نیست انگلیسی بخونه، بلد نیست 4 تا عدد چیه، 2 تا عدد ساده رو با هم جمع کنه. باورتون نمیشه؟ اگه خواستید یه وقت بیان رو برنامه، اون وقت من بهتون نشون میدم. دوستان درود بر شما، خوشمندیم چنان که شایسته میدانید خبر برگزاری این کنسرت را به آگاهی دوستان خود نیز برسانید. آقا همه افتادن تو دام این سوشال مدیا، فکر میکنن حالا چون سوشال مدیا هست همه باید بشن نوکر اینها براشون خبرها رو مجانی پخش کنن. نه آقا نه خانم، اگه اینجوری بود هم آقای جب بوش 135 میلیون دلار خرج نمیکرد، هم میلیون ها دلار برادران کوک نمیدادن، کوک و کوخ و کوچ و اینا هرچی بگی درست میشه، KOCH این تو آلمانی اگه بخونی کوخ میشه، بس که در اصل اینا پخن. 889 میلیون میخواد خرج تبلیغات کنه، هیچی هم دروغ میگم هیچی ازش نمیخواد، بعدا میخواد از قبالش پول بسازه، ولی شما میخوای کنسرت بذاری،
آقا خانم پول دو تا صندلی، پول دو تا بلیط شو بده به این تلویزیون، بده به اون رادیو، بده به اون نشریه تا برد آگهی کنن. اون وقت این آگهی اگر 15 نفر رو بیاره مثل این میمونه که شما 17 تا تیکت فروختید به قیمت 15 تا، ولی سالانتون پر میشه، مردم نمیان بگن آقا دیگه نمیان، این کنسرت ها هم دیگه از دوام و قوامشون افتاده. من نمیخونم، چرا بخونم؟ چرا نشون بدم مجانی؟ واقعا میگم چرا؟ مگه شما حاضری پایین این فلایر کنسرت، نه مگه شما حاضری تو اون برنامه وقتی کنسرت هست بگی که تلویزیون مردم هم برنامه ما رو تشویق کرد؟ پس این خیابون یه طرف است، در صورت ما اینجا نرخ‌های مختلفی گذاشتیم، همه هم ارزون، با 10 دلار، 20 دلار، 15 دلار، 50 دلار، 100 دلار میتونید آگهی بدید. یعنی دیگه از این ارزون‌تر پیدا نمیشه. و اما میگه که قضاوت کنید، اردشیر زاهدی رازهای ناگفته و ناشنیدهش چاپلوسی. اینم یه فیلمی هست، من این فیلم رو هم برای آقای علی شیرازی مجانی نشون میدم. این علی عزیزم یه چند مرتبه تلویزیون مردم رو حمایت کرد، لابد میترسه، میگه نکنه حمایت کنیم فردا این سوربی تروریست باشه. نه آقا، تلویزیون و اینا رو شما نمیتونن، اگه منم تروریست باشم شما میای میگی من مثلا برای آقای دکتر عقیلی پور فرستادم، یا اصلا من که خبر ندارم این تروریسته، وظیفه شماست که تروریستا رو به ما معرفی کنید. و اما عکسی از 1700 سال پیش در ایران، من هر چی فکر کردم نتونستم بفهمم معنی این یعنی چی. مگه 1750 سال پیش عکاسی بوده که میتونستن عکس بگیرن؟ تصویر اگه بگی بله، نقاشی کردن، تصویر برداری اینها بوده، اصلا از شعرامون هم میگه صورتگر نقاش چین رو نمیدونم رخ محبوبم را ببین و فلان اینا. در اصل نمیدونم این دوستان وقتی میخوان بگن و مزخرف بنویسن هر چی دلشون میخواد مینویسن. خب حتما شما این ماجرای پرژیا و ایران بعضی جاها براتون دردسر درست کرده، به یه کسی رب ساد میگین من ایرانی هم، میگه عراق، افغانستان، همه اینا رو میگه، بعد بهش میگی پرژیا، میگه او پرژیا. نمیدونم 80 سال از نامگذاری ایران میگذرد. اجازه بدین تا من براتون این رو با هم بخونیم. و من به نظرم میاد این کار غلطی بوده. حالا اونهایی که ایران شناس هستند و باستان شناس هستند و از شناس هستند میتونن نظر خودشون رو داشته باشن. 80 سال از نامگذاری ایران میگذرد. در فروردین سال 1314 14 خورشیدی طبق بخشنامه وزارت امور خارجه و تقاضای دولت وقت، نام رسمی ایران به جای پرس، پرژیا و غیره برای کشور ما انتخاب شد. در مغرب زمین از قرون وسطا ایران به نامهایی از قبیل پرس، فرانسوی، پرژیا، انگلیسی، پرسیس، یونانی نامیده شده است. اسمی که امروز ایران گفته می شود بیش از 600 سال پیش اران تلفظ می شود. سعید نفیسی در دی ماه 1313 نام ایران را به جای پرژیا پیشنهاد کرد. این نامگذاری در آغاز مخالفانی نیز داشت و بر این باور بودند که در پرژیا فرهنگ و تمدنی نهفته است که نمیتوان آن را حذف کرد و شناخته شده و بین المللی نیز است. اما حامیان نامگذاری ایران اعتقاد داشتند که واژه ایران بسیار کهن و بر اقتدار سیاسی کشور میافزاید. واژه ایران بسیار کهن و قبل از آمدن آریایی ها به سرزمینمان اطلاق میشد و نامی تازه و ساخته و پرداخته نیست. پروفسور آرتور ابهام پوپ که از 1881 تا 1969 زندگی کرده، ایرانشناس مشهور آمریکایی، در کتاب شاهکارهای هنر ایران که در سال 1338 توسط دکتر پرویز خانلری به زبان فارسی ترجمه شده است می نویسد کلمه ایران به فلات و توابع جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از آمدن آریایان نیز اطلاق می شود.
واژه ایران از دو قسمت ترکیب شده است. قسمت اول به معنی اصیل، نجیب، آزاده و شریف است. قسمت دوم به معنی سرزمین یا جا و مکان است. در شاهنامه فردوسی بارها کلمه ایران به کار رفته است. اون بالا گفت 600 ساله، درسته، و قبلش اران بوده. حالا میگه در شاهنامه بوده. کی درست میگه؟ نمیدونم. کی دوچار فراموشی شده؟ نمیدونم. در شاهنامه فردوسی بارها کلمه ایران به کار رفته است. ده ها بار ترکیباتی نظیر بزرگان ایران، بر و بوم ایران، ایران و توران، ایران و روم، ایران زمین، شهر ایران، ایران و انیران و نیز بیش از 350 بار ایرانی و ایرانیان. معنی واژه ایران سرزمین آزادگان است. فردوسی در شاهنامه درباره خوی آزادگان ایرانیان چنین می سراید: تو با دشمن از خوب گفتی رواست، از آزادگان خوب گفتن سزاست. دکتر محمد معین، ادیب و سخنور نامی ایران، در خصوص ریشه واژه ایران می نویسد: اصل و ریشه آریا هرچه باشد اینقدر واضح است که این کلمه به تداعی معانی بسیار را به خاطر می آورد. مللی که متعلق به بخش خاوری هند و اروپایان بودند خود را بدین نام مفتخر می دانستند. آریان یا ایریان از واژه آریا مشتق است. ایجاد اجداد مشترک ملل هند و ایران خود را بدان نام معرفی می کردند. واژه ایران خود از همین ریشه آمده است. دکتر بهرام فرحوشی، ایرانشناس و استاد پیشین دانشگاه تهران، در خصوص ریشه واژه ایران می نویسد: ایران در زبان اوستایی به صورت آیریه، آیریا، آیریا و در زبان فارسی باستان آریه، آریا آمده است. در اوستا هم نام قومی ایرانی به معنی شریف و نجیب و اصیل است. این واژه در زبان ایرلندی کهن هم به همین معنی است. قسمت کلمه آیرلند یا ایرلند به معنی نجیب و شریف و قسمت دوم آن به معنی سرزمین است. آیرلند به معنی سرزمین نجباست. منبع برگرفته از مقاله چگونه ایران شدیم، نوشته مجتبی انوری، 1386. ممنونم. من به نظرم میاد که این کار اشتباه بوده. اگر کسی میخواد قدمت خودش نگه داره، همون پرژن رو نگه میداشت که خود اینها میگن از 3000 سال پیش اصلا چیزایی که هست، نقشه های دریایی فلان اینها که بوده، توی اون اینجوری نوشته شده بوده. و باز ما میشنویم که این 80 سال پیش موقعی کی بوده؟ موقعی جنگا بوده و آقای هیتلر بوده و آقای رضا شاه بوده و این که ما هم میخواستیم بگیم آقا هیتلر، تو فکر کردی تو ریسیس هستی، نجات پرستی، ما زودتر از تو نجات پرست بودیم، خراب کردیم رفت آقا گلی. خب این هم از بریم ببینیم چی نوشته برامون. بله، حذف فریال مهمتر، این فربال یا فریال مهمتر از حذف یزدی و مصباح. این خلاصه مدیای ایرانی رو اینجا توضیح داده و من خیلی خوشحالم. اتفاقا اینو برای دوستان فرستادم، برای خانم شایسته الهامی هم فرستادم که ایشون هم شاید بخواد در این مورد صحبتی کنه. دوستانی که میاین روی یوتیوب یا روی فیسبوک میگید ما یه پستی گذاشتیم، یه چیزی نوشتیم مهم بود ولی هیچ کس نیومد نظر بده، یه دیوانه چاقی، یه پسر بیکاری که من فکر کنم اینا میدونیم میرن دیسیبلیتی میگیرن، یا دیسیبلیتی اینجا میگه، و بعد میرن از شهر پول میگیرن و مفت میخورن و میگردن. مثلا این میاد با بلنگو، با پدر بزرگش خوابیده، یه دم میره تو گوشش فریاد میزنه، پدر بزرگ بیچاره تو خودش ادرار میکنه از ترس، بعد بلندش میکنن میرن ساندویچ میخرن میخورن، این فیلم میکنه، 2 میلیون نفر میرن اینو میبینن و فکر کنم 7 میلیون نفر سابسکرایبر داره. حالا اینجا ما میفهمیم که مشکل چیه. نوشته حذف فریال مهمتر از حذف یزدی و مصباح، به روز شده در جمعه 21 اسفند، همین جمعه پریروز که گذشت. اوکی.
کارشناسان رسانه‌های اجتماعی میگویند حذف فریال یکی از شرکت کنندگان در برنامه استیج. ما اینو اینجوری چیز کنیم که ما هر وقت میخوام یه چیزی از اینا بخونیم هی الکی مجانی تبلیغ برای دیگران نباشه. بله، میگه که یکی از شرکت کنندگان در برنامه استیج شبکه من و تو برای مردم در ایران مهمتر از حذف مصباح یزدی و محمد یزدی از مجلس خبرگان رهبری در آن کشور است. با حذف یکی از شرکت کنندگان در برنامه استیج که در ماه گذشته بیشترین میزان بیننده را در داخل ایران داشته است، در ساعات گذشته شبکه‌های مجازی و بسیاری از صفحات فیسبوک که کاربران ایرانی دارند نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. میزان بازتاب و واکنش‌های مردم خصوصا ایرانیان داخل کشور به این برنامه و حذف دختر جوانی که به ستاره آن تبدیل شده بود به اندازه است که گفته می‌شود تا کنون کم سابقه بوده است. یک روزنامه‌نگار ساکن آمریکا در صفحه فیسبوک خود درباره این رویداد نوشته: مردم به حذف فریال بیشتر از حذف مصباح توجه نشان دادند. اگر روزنامه‌نگاره و در آمریکاست، خب شما باید اسمشو بنویسید دوست نازنی. این نوع خبر گزاری کردن به درد عمه من میخوره. خیلی خوشحالم که هرسهشون بیچارا فوت شدن تا نبینن اینها رو. خب ما این رو هم بذاریم برای برنامه امروز اینجا روی دسکتاپ. بسیار خوب، بریم ببینیم براتون بعدن دیگه چی گذاشتیم. و اما باز علی شیرازی عزیز ورداشته این رو فرستاده که من قبلا دیده بودم، شاید هم تو برنامه ها نشون داده باشم، ولی خیلی قشنگ و درسته که آدم این رو باز بخونه. میگه که خدایا به خاطر همه چیزهایی که دادی، ندادی، دادی پس گرفتی، ندادی بعدن میخوای بدی، دادی بعدن میخوای پس بگیری، ندادی میگی دادی، نمیخوای بدی، نداده بودی، فکر کردی دادی، نمیدی، هی میگی میدم، شکرت. اینم کار دوستانی که از من بیکارتر هستن و طنزهای اینجوری درست میکنن. بعد هم نیست، گاهی وقتی همین طنزها هم جالب و خنده داره. میگه که کاگو جون سلام، جایی خواندم که آقای شریف امامی عضو 60 هیئت مدیره کارخانجات و بانک ها بوده است. با بودن 24 ساعت در روز ایشان چه پخی میخوردن؟ انصاف هم چیز خوبی است. سالها پیش مصاحبه کردم با آقای فتح الله خالقی یزدی که اسم خودش گذاشته اهورا پیروز که به نام حخا معروف. ایشون من قبل از اینکه باش مصاحبه کنم رفتم اون بیوگرافی یا شرح حال زندگیشو خوندم. در یه جایی اون هم مثل این شریف امامی دیدم نوشته مسئول 28 شرکت بزرگ و کوچک و هر چی اسم دستش اومده بود گذاشته بود اونجا. همین چیز رو من بهش گفتم، گفتم آقا ما مسئول یک جایی هستیم کوچیک و نقلی، همیشه آرزو میکنیم 24 ساعت در روز بشه 36 ساعت تا ما به کارامون برسیم. شماها چه کار میکنید که میگید ما اینجاها هستیم؟ البته ناگفته نمانه، خیلی از اینجاها فقط اینا مقامه، فقط اسمه، اسم فلان. مثلا همین دکتر بن کارسون جز به یه جاهایی بوده، مثل مثلا کاسکو، باورتون میشه؟ کاسکو هیئت مدیرش آقای دکتر بن کارسونه. یکی بگه آقا مردی که تو جراحی چه کارت با هیئت مدیره فروشگاه؟ اونم فروشگاهی که فروشگاه‌های کوچیک و نقلی جنرال استورا رو داغون میکنه، بقالی‌ها رو میزنه پایین، میاد اینجوری فروشگاه‌های بزرگ درست میکنه و هر شهری اصلا گستیشن و همه چی اونورم تعمیر ماشین نه. بله دیگه، تایر و فلان اینا. ولی متاسفانه اینجور بوده. ولی شما درست میگی، یکی بگه آقای شریف امامی با 24 ساعت در روز شما چگونه عضو هیئت مدیره 60 تا کارخونه و شرکت و بانک بوده اید؟ و اما بدون تعصب بخوانیم و اندیشه کنیم فرهنگ استعماری نظرات خمینی تا چه حد حقیقت داره. این رو باز دوستمون در رابطه با آقای افشارها فرستاده که من از دوستان خواهش میکنم اونایی که ایمیل دارید به جایی که برای من ایمیل کنید برای خود آقای افشارها ایمیل کنید. حالا اگه یه دوستی
روی فیسبوک میاد کامنت میده و دیگه حوصله نکرده 2 ساعت برنامه رو ببینه، اون کامنتی که میذاره اونجا من برای آقای افشارها میفرستم. در هر صورت این وبسایت مثل که اصلا مال وبسایت خود خمینی، صفحه خمینیه یا وبسایت رسمیش هست. ببینید اینجا، بله، میگه که فرهنگ استعماری و وابستگی فکری، اصلاح مراکز فرهنگی، توطئه دشمنان. من همینجا یه نظر فقط میدم. شما یادتونه آقای خمینی و دستندرکارا مثل آقای بنی صدر و اینها که اومدن میخواستن بانک ها رو حذف کنن و بانک اسلامی درست کنن. حالا دیدید چه گلی به سر خودشون زدن؟ بانک اسلامی که درست نشد، نزول و ربا و راندخاری که زیاد شد، هیچ، همه جای دنیا سود میدن به حسابا 1%، تو ایران 20% نزول میدن. و معلومه که وقتی شما 100 تومن میذاری اینجا، سال دیگه بهت 20 تومن نزول میدن. حالا اون چیزی که پارسال 100 تومن میارزیده امسال باید بیارزه 130 تومن یا حداقل 120 تومن که بازار، خب این میشه تورم دیگه. یعنی خودشون قبول دارن که کشور ما 20% تورم داره وقتی به شما 20% سود میدن. چون تازه اینو به یک کسی دیگه میدن، از اون 25%، 30%، 40% میگیرن. خیلی وضعمون خرابه. ولی درباره این استعمار فرهنگی یا فرهنگ استعماری حتما با آقای افشارها تماس بگیرید که ایشون بتونه اون بحث رو به اصطلاح براتون باز کنه یا در موردش بیشتر توضیح بده. و اما میگه اندرزهای مفید باید به دل بنشینند و نه در روی لوحه ای از طلا. اگر اندرزهای حضرت علی مفید به حال جامعه است، پس چرا به آن عمل نمی کنید؟ اینم قشنگی بهتون نشون میدم. ولی یادتون باشه دوستان، همین من و شمایی که اینو میگیم، هر وقت خودمون یه نفر یه حرف خوبی رو میزنه میگیم آقا این حرف رو باید با طلا نوشت. چرا؟ شاید به خاطر اینکه جاهای مقدس یا جاهای بزرگ یا جاهای قشنگ چیزهایی رو با طلا می نوشتن، اونجا برای مردم مهمتر جلوه می کرده. اگر حضرت علی شام شبش را به یتیمان می داد، نهج البلاغه طلا با پول مردم برای چه کسی می سازید؟ ای داد بیداد، ای داد بیداد. نگاه کنید، بعد درست زیرش این مدرسه دبستان امام رو ببینید. واقعا ننگ و خجالت برای اینها که آمدن گفتن جامعه بی طبقه توحیدی و چنان طبقه ایجاد کردن که رئیس جمهور خودش آقای روحانی الان به صدا در اومد میگه آقا چیه، چی کار کردین؟ نمیدونم. خب اینم از این پنجره باز می شود. شاپ یور وی، اینها هیچی، بریم تودی. ساعت 2:58 است. اگر ساعتها رو جلو نکشیدن هنوز 2 دقیقه مونده، بعدن 2 دقیقه دیگه میگم. خب این از این کنسرت نوروزی رو اعلام نمی کنم. هر کس پول بده آگهی، میگن هر کس چی بده؟ پول بده آش میخوره. بله، 80 سال نامگذاری رو خوندم، شوکگذاری رو خوندم، اون پیامک دوستمون درباره شریف امامی رو خوندم. بدون تعصب بخوانیم و اندیشه کنیم فرهنگ استعماری نظرات خمینی تا چه حد حقیقت دارد. و با درود، من نمیدانم چرا قشر روشن فکران، آهان، اینم جالبه، این آقای رامین پیرامون، همون رضا پیرامون خودمون، یه آدم جالبیه به نظر من. اینم از اونایی که شناگر ماهریه ولی آب نمیبینه، اگه آب ببینه خیلی قشنگ شنا میکنه. ایشون یکی دو بارم من باهاش مصاحبه کردم، ولی طبق معمول چون شاه اللهی هست جاهایی رو دوست داره که بهش بهبه و چهچه بگن. اون روز بعد از اینکه ما نوشته ای رو خوندیم از خانم شایسته الهامی و خب طبق معمولم خودمون صحبت کردیم، آقای رضا پیرامون آمدن این رو کامنت نوشتن. نوشتن که با درود، من نمیدانم چرا قشر روشن فکران و قلم به دستان مقیم آمریکا و ایرانیان بیشمار شب تا صبح در فکر انتخابات آمریکا هستند. کی می رود، کی می آید،
مستأجر کاخ سفید کسی است که بتواند خواستهای صاحبان نفتی و صاحبان اسلحه سازی آمریکا را تامین کند. در خارج کسی میتواند انتخاب شود که بتواند باقی مانده افغانستان و خاورمیانه را وارد فاز جنگ دیگری برای ویرانی کند. اینقدر که ایرانیان به فکر انتخابات آمریکا هستند، برای نجات کشورشان نیستند. انتخابات آمریکا برای ملت‌های اروپا ارزشی ندارد، چون می‌دانند آنها حافظ منافع آمریکا و غارت سرمایه‌دارا دیگر کشورهای جهان هستند. واقعاً این حرکت‌ها باعث تعجب روزنامه‌نگاران و مطبوعات ترکیه شده. چرا ایرانیان مقیم آمریکا اینقدر عاشق انتخابات آن کشور هستند؟ حالا ببینید آقای رضا پیرامون، اگه اینو از خودت نساخته باشی، پس اونا خیلی الاغن، اون روزنامه نگارایی که شما میگید خیلی احمقه. چون همین که اینجا شما نوشتید ایرانیان مقیم آمریکا، ایرانیان مقیم آمریکا آمریکایی شدن. خب حالا میپرسه که روزنامه ترکیه شده، چرا ایرانیان مقیم آمریکا اینقدر عاشق انتخابات آن کشور هستن که مرتب در حال شعار دادن به نفرات کاندیدا هستن؟ واقعا آقای سوربی، چرا رأی دادن در آمریکا برای ایرانیان مایه افتخار است؟ با تشکر، ترکیه استانبول، تاریخ 12 مارس 2016. اولا آقای رامین پیرامون، اگه شما اینجوری میگی به این دلیل که اروپایی ها راجب آمریکا صحبت نمی کنن ما خفه بشیم، که همینم اشتباه میگی، همینم غلط میگی، همینم داری دروغ تبلیغ میکنی، کارت خیلی خرابه. دوما اگه خود شما قبول دارید که آمریکا انتخاباتش اینجوریه و هر کی پول بده میره مستأجر کاخ سفید میشه، این رو به شاه اللهیا درس بده. سوما اگه قبول داری که بزرگترین سرمایه‌دارترین کشور دنیا انتخاباتش اینجوریه، وقتی که شطور بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد، از انتخابات در ایران چه انتظاری دارید؟ حالا سوال برمیگرده به شما، شمایی که از ایران در رفتید، در اروپا زندگی میکنید، ماشاءالله با 9 تا 7 تا بچه و نوه و اینها دارید میخورید و پول میگیرید و حقوق میگیرید، شما دیگه چی کار دارید به اینو؟ بگیرید آقا بخورید بگردید، صداتونم در نیاد. رضا پیرامون هر وقت دوست داشتی، یا رامین پیرامون، من در خدمتت هستم که بیاین با هم مصاحبه کنیم. ولی شما نشون دادید که مثل که هر کی رضاست یه کمی کارش خرابه، مثل رضا پهلوی شما هم مرد عمل نبوده و نیستید و فکر میکنم نخواهید بود. اگه من اشتباه میکنم و خواهید بود به من خبر بدید تا در خدمتتون باشم. و اما بیان بریم به ایران. خب میگه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترقبه و شاندیز گفته است که پلیس این شهر فردی معروفی به نام رضا آنلاین را بازداشت کرده. ببین دوباره رضا، که با راه اندازی گروه های با عناوین مانند مهمانی باز، رضا آنلاین برای همه، رضا آنلاین در همه جا و در شبکه های اجتماعی، امکانات لوازم و ویلاهایی را برای برگزاری مجالس مختلف فراهم می آورده و خودش هم عده‌ای از دختران زنان جوان را در این گونه پارتی ها همراهی می کرده است. ترقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی پس از مشهد مهمترین مکانهای توریستی و گردشگری این استان است. جواد شاکری به روزنامه خراسان گفته که علاوه بر رضا آنلاین 26 نفر دیگر هم بازداشت شدند. در میان دستگیر شدگان عوامل اصلی دیگری معروف به VIP، دلتا و فلان و اینها نیز وجود دارد که بازجویی از آنان ادامه دارد. این افراد بر اساس تحقیقات غیر محسوس پلیس، یعنی مخفی دیگه نه، بازداشت شدن یا غیر حساس، اوکی ببخشید، و به گفته نه محسوس حس شدنه، قرار به حساس هم از اون میاد نمیدونه. شاکری تصاویر و فیلم های از متهمان اصلی این پرونده به دست آمده است که دختران و پسران را حتی در استخرهای مختلط نشان میدهد و سردسته آنان در حالی عکس های از دختران کنار خودش تهیه کرده است که آنها با رضایت خود در دیگر بگذرد. مگه شما نگفتی چهار دیواری اختیاری؟ اگر یه جای مهمونی بود توی خونه ای، مگه شما نگفتید شما دخالت نمی کنید، فضولی نمی کنید؟ و اما این خبر جالبه، یادتونه چند مدت پیش یه خانم ایرانی از این
از این چی بود، ایران پرس بود یا پرس، یادم رفته، پرس تی وی آمد و آی اونجا به من اینجوری کردن و اونجا به من اونجوری گفتن و من رو جریحه دار کردن و نمیدونم وجدان و ناموسم اینجور و اونجور. حالا اینجا نوشته خانم شینا شیرانی مجری محجبه تلویزیون آخوندی پرس تی وی که تا دیروز برای گذران زندگی زیر حجاب و مدیر هوسباز اسیر بود، عمدن نوشته ها، زیر حجاب و مدیر هوسباز، امروز مست و ملنگ با باران ماچو بوسه. اوباما جمهوری اسلامی را دوست داره، این آقا هم دختر ایرانی دوست داره و هر دو در اسلام واردن. ببینیم چی گذاشته اینجا با هم ببینیم. بله اینم اون خانومه و این آقا، و باز نتیجه این که کارمون خیلی خرابه. هر کسی آزاده، هر کی با هر کی میخواد رفت آمد داشته باشه، ولی اینایی که میان چی میگفتن، جانماز آب میکشن برای من و شما، دوستان یکم صبر کنید گندشون میاد بالا. 301 ببینیم که کسی پیام گذاشته شاید در این رابطه باشه، این شماره رو من نمیشناسم، ببینیم که چی میگه این دوستمون. بله بله ممنونم آقای ماسالی، لطف کردن پیام گذاشتن، چون ایشون رو پریشب دیدم و بهشون گفتم که ماجرای کتاب، از این طرف هم دیدید که امروز کتاب ایشون به دستمون رسید، بحران جهانی و عوامل آن، به زبان آلمانی، به زودی نسخه انگلیسیش هم چاپ میشه. این کتاب 424 صفحه داره و اینم عکسش هست، United Against War, Terrorism and New Fascism in the World، میگه با هم متحد بشیم و با فاشیسم و با تروریسم و با جنگ مقابله کنیم و مبارزه کنیم. ممنونم از این دوستان. خب دوستانی که احتمالاً چند دقیقه گذشته آمدید و فکر میکنید اینجا ساعت 2 هست، نه عزیزم، اون هلویه، اینجا ساعت 3 هست. از دیشب، نه از پریشب، از دیروز صبح زود ساعت عوض شد و ساعت در آمریکا در این محیطی که من هستم یک ساعت جلو کشیده شده، چون من میدونم یه جایی مثل آریزونا، تگزاس، اینا مثل که اصلا اونا کارشون فرق میکنه و کاری به کار ما ندارن. این هم از این، باز مطالبی رو گذاشتم اینجا براتون بخونم و ببینیم چه میشود، چه باید کرد. خب اخلاق و سیاست، اینم یه دوستی از به نام جهانگیر میفرسته برای ما. دلم میخواد یه روز از اینا سوال کنم، چون ما اقلا باز یه معیاری داریم از پولی که میسازیم، از تلفنایی که میشه، از کامنتایی که رو فیسبوک میذارن، از تعداد بیننده های یوتیوب، از بازدید کننده های وبسایتمون، یه چیزی دستمون میاد که کجای کاریم. من دلم میخواد از این آقای جهانگیر بپرسم که شما اینا رو مینویسی، زحمت میکشی، پخش میکنی، چی میشه؟ آیا به مردمم میگی چه باید کرد؟ اونها هم بهت ریسپاند میدن؟ نمیدونم واقعا. اگر دوست داری بیا در این مورد صحبت کن، ولی بذارید من اینجا این رو اجازه بدید من از یه دوستی تشکر کنم. شما میبینید که در زیر برنامه ها ما مینویسیم، شما هم میتوانید از تلویزیون مردم استفاده کنید و برنامه داشته باشید. یه دوستی لطف کرده، با دوستاش صحبت کرده، میخوان تلویزیونی را بندازن و ایشون به من گفت که آیا حاضر این کار را انجام بدی؟ گفتم بله. در صورت از ایشون ممنون و متشکرم، نگفتم اسمشون رو، شاید نخوان، و یکی دو روز دیگه اگر صحبتی شد و کار به جای رسید حتما اعلام خواهیم کرد. و اما سرگذشت فلسطین، تهیه و تنظیم محسن نجات حسینی. این برنامه تصویری، نوشتاری و گویا شما را با سرگذشت فلسطین از دیر ایام تا به امروز آشنا خواهند کرد و توضیح دادن فلسطین کشوری است اشغال شده و هر کسی در مناطق اشغالی زندگی می‌کند، خواه صهیونیست باشد خواه نباشد، در درجه اول اشغالگر است. و عکسایی هم انداختن، لینک های بسیار زیادی. و به نظر من وقتی که شما آقای جهانگیر
این یه ایمیلتون رو اینقدر شلوغ میکنید، میدونم یه کار خوبیه که 100 تا ایمیل نمیفرستید، به جای 100 تا یه دونه میفرستید 100 تا مطلب داخلش میذارید، حقیقتا این هم کارساز نبوده نیست و نخواهد بود. و اما says Ted Cruz has been called and بله بله، میدونید که ماجرای آقای جورج بوش، یکی از این احمقایی که اینجا مغازه دین فروشی داره و تلویزیون و نمیدونم فلان و اینها، آمد و گفت که خدا باهاش تماس گرفته، گفته مردمی که مسیحی هستن، به عیسی مسیح باور دارن، باید به جورج بوش رأی بدن، اگر به جورج بوش رأی ندن میرن جهنم. و متاسفانه خیلی از اینها کم سواد بی سواد این کار رو کردن و جورج بوش به غیر از اینکه با تقلب برنده شد، ولی حقیقتا خیلی از رأی های این بی سوادی بود که همون مثل دنبال کردن مثلا ولی فقیه و رفتن اینها، هرچی اون گفت اینها هم اجرا میکنن و رفتن اینجوری رأی دادن، نه اینکه ببینن کدومش به نفع مملکته، نه اینکه آینده و اینها. جورج بوش هم که گفته بود که اونم مثل همون فلسفه جنگجویا که ما اگه کشته بشیم به بهشت میریم، اگرم کشتیم که باز به بهشت میریم، چون ما اونم برای خودش کافر و چیز میکرد، شما سرسری نگذارید. و اما این آقا، بذارید من ببینم تصویرشو میتونم بهتون نشون بدم، نوشته کنت، که اینجا به کنت کن میگن، کن کوپلند سیز تد کروز هز بین کال انایت بای گاد، میگه که این تد کروز خدا بهش گفته. بله ببینید این آقا هست، شما قیافش رو اگه ببینید، اینها شیادی از سراپاشون میباره، اینها مثلا هواپیما دارن 600 میلیون دلار، 60 میلیون دلار، در صورتی که من خودم یادمه یه راننده سیاه‌پوستی داشتیم، خدا شاهده، این بیچاره مثلا این هفته کار خوب نبود، 300 دلار هوش بود، چون راننده های کار خوب باشه هفته 1000 دلار 1500 دلار میسازن، وقتی بارونی باشه و نمیدونم کارهای کانستراکشن کم باشه و اینها 300 دلار 200 دلار 400 دلار میسازن. این مثلا فرایده جمعه ما چک شو بهش میدادیم، میره بانک پولو میگیره، میره میداد به خانمش و اینها، حالا ساندویچ بگیر و فیلم بگیر و کرایه کن و اینها بماند. یه شنبه هم هر چی دستشون بود میرفتن کلیسا میداد، کلیسا دوشنبه زور میگه سوربی، همینجوری مثل سوربی کنه برو 3 دلار، من میتونم 3 دلار ازت قرض کنم که نهار بخرم. میگفتم خب تو پولت الان زمستونه صرفه‌جویی کن چه کار کردی؟ گفت من باید 10% بدم به کلیسا. باورتون میشه دوستان؟ تو مملکتی که سیستم مالیات بر درآمد اینجوری مثل IRS کار میکنه، پدرتو در میاره اگه درست مالیات ندی، این دین و مذهب اومده یه مالیات دیگه درست کرده، حالا IRS بابا این پولاری که میگیره دست دولت، دولت هم بهت میگه کجا خرج مدرسه کردی، کجا خرج اسلحه کردیم، کجا این کار کردیم، کجا اون کار کردیم، که یه سرش هم قایم میکنن نمیگن. ولی این کلیساها به هیچ کس حساب پس نمیدن، میگن ما با خدا کار میکنیم. درست این آقای رجوی، آقای رجوی، خانم رجوی میگن ما به شما چرا جواب بدیم، ما گر نگهدار من آن است که من میدانم، من به اون پاسخ میدم. حالا ببینید این ملت تو آمریکا آقای پیرامون اسیر چه سیستمی هستن. اون وقت این سیستم رو آقای جورج بوش و همون کشورهای اروپایی که شما خیلی بهش افتخار میکنید میخوان ببرن به عنوان دموکراسی تو کشورهای من و همسایه های ما. پس شما هم خیلی نشین اونجا پوز بده، کارت خیلی خرابه، بیا جلو تو بگم چقدر کارت خرابه. خب و اما بله، as I told you for the next 3 years the news will be all about fish fishه. و اما آقای سهراب چمنارا میدونید کتاب 2020 این رو دوشنبه 24 اسفند، همین امروز دیگه، بله بذارید براتون نشون بدم که وبسایت رادیو فردا گفته، آقای چمنارام لطف کردن فرستادن و با هم بخونیم ببینید چیه. ایران یکی دوتا موشک گویا برای تست و اینها دوباره چیز کرده، آزمایش کرده. اینجا حالا آمریکا گفته که آمریکا
گفت آزمایش موشکی ایران را دوشنبه در شورای امنیت مطرح می‌کنیم. خانم سامانتا باور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه 21 اسفند ماه گفته است که واشنگتن موضع آزمایشی موشک اخیر ایران را بذار من برات نوشتهشو بزرگتر کنم که ببینیم چیه. بله، گفته که موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران را در شورای امنیت مطرح خواهد کرد و از دیگر کشورها خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی همکاری کنند. به گزارش رویترز، سامانتا باورز یا پاورز در بیانیه گفته است ما مسئله این آزمایش‌های موشکی خطرناک را مستقیما در نشست مشورتی شورای امنیت که خواهان برگزاری آن در روز دوشنبه شده ایم مطرح می‌کنیم. بعد میگه که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تصریح کرده است این آزمایش‌های موشکی مؤید این واقعیت است که ما میبایست با متحدانمان در جامعه بین المللی برای کند و تضعیف کردن برنامه موشکی ایران همکاری کنیم. سپاه پاسداران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خود خبر داد و اعلام کرد در این رزمایش دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. این در حالی است که آمریکا، فرانسه و دیگر کشورها اعلام کردند که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه 2221 2231 شورای امنیت است. خب دوستان، شورای امنیت و قطعنامه‌هاش که می‌دونید خیلی مهمه. هر وقت کردید برید اینجوری بنویسید که تا کنون چند تا از این قطعنامه‌های شورای امنیت رو ایران لغو کرده، زیر پا گذاشته، چند تا رو اسرائیل گذاشته. بعد با هم صحبت میکنیم. خب از نتایج انتخابات ایران چه میتوان آموخت؟ باور کنید دوستان، من روزی 100 بار دعا میکنم به جون این آقا رضا پهلوی که اگه ایشون نبود ما چه خاکی بر سرمون میکردیم. مثلا 2 هفته 3 هفته از انتخابات گذشته، تازه یورو نیوز میاد باهاش مصاحبه میکنه، بعد میان برای ما میگه حالا از نتایج انتخابات ایران چه میتوان آموخت. یعنی چه؟ یعنی امسال چی یاد بگیریم برای 4 سال دیگه چجوری استفاده کنیم؟ یعنی هیچ برنامه ای نیست. در برنامه همراه با یورو نیوز پنجشنبه 20 اسفند ما ببینیم چی گفته و چی نوشته. بله، اینجا اینم از این بریم با هم بخونیم ببینیم چه چیزی ایشون آموخته، شاید ما هم از ایشون یاد بگیریم. 2 هفته از برگزاری انتخابات 7 اسفند ماه در ایران می‌گذرد. با این حال نتایج غیر منتظره هر دو انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان همچنان مورد بحث و تجزیه و تحلیل جامعه سیاسی ایران قرار دارد. در این انتخابات حدود 62% از واجدان شرایط رأی شرکت کردند و طرفداران سیاست‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری به پیروزی چشمگیری دست یافتند. چرا چنین شد و از این انتخابات چه درسی برای آینده دموکراسی در ایران میتوان گرفت؟ ببینید دوستان، اینا به جای روشن فکر بودن، اینا عقب افتادگان سیاسی هستند. وای میسن یه اتفاقی که افتاد مثل این که خبر رو برای شما تحلیل کنن. آقا خبر دیگه احتیاج به تحلیل نداره، خودش گویاست. طرف میگه آقا آمدن انتخاب کردن، بعد دیدن اونی که نمیخواستن انتخاب شده، بعد گفتن اشتباه شده، تو این شهر به جای 40,000 تا 60,000 تا رای دادن، اون 20,000 تا مال این بوده، پس با 20,000 تایی که بدیم به این برنده میشه. خب حالا شما یاد گرفتی میخوای چه کار کنی؟ آقای رضا پهلوی آمدن امسال صندوق رأی آزاد گذاشتن، چه شد؟ آقای منصور اوسانلو دیگه جواب ایمیل ما رو هم نمیدی؟ ای داد بیداد، شماها هنوز به جای نرسید. برید ببینید یه ویدیویی آقای ضیاء آتابای درست کرده در رابطه با رضا پهلوی. این رو من اگه بتونم گیرش میارم براتون مجانی پخش میکنم. آقای ضیاء آتابای 600 دلار به من بدهکاری ندادی، اینم
میذاریم به حسابت، اب نداره، مهمون ما باش برای عیدی ایران، عیدی شب چی میگن، شب عیده. بله خلاصه در برنامه همراه با یورونیوز فلان، حسین علوی مدیر تارنامه یورونیوز و نظرات مخاطب یورونیوز با مهمان برنامه شازده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران و رئیس شورای ملی ایران در میان گذاشت. خب چطور شد؟ هیچ، مشروع گفتگو اینجا میاد براتون مینویسه. یورونیوز شازده رضا پهلوی درود بر شما، به این برنامه خوش آمدید. شازده رضا پهلوی درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. یورونیوز اجازه بدید بحث را با این اینجوری شروع کنیم. شازده رضا، البته هر اقدامی که از سوی جامعه صورت بگیرد، این حرف همیشه همون مثل یک ربات، مثل یک آدم آهنی میگه. من از این سوال میکنم، میگم آقا قسم خوردی که شاهی، شاه هستی یا نیستی؟ میگه اگر البته جامعه تصمیم بگیره. میگه آقا این مزخرفات چیه؟ داد بیداد، داد بیداد بر شما ای که نشسته باشید منتظر اینا. بذارید براتون یه چیزی بیارم که مثلا این آقای مهندس مملکت ما و متاسفانه همشهری و شیرازی هم هست، آقای خواجه عبدالله، اگه پیداش کنم گهگاهی با هم، بله حسن خواجه عبداللهی برای من یه چیزایی میفرسته، آدم واقعا همون موقع گریش میگیره. میدونید مثلا آمده اینو گذاشته، بعد میگه آقا من میخوام تمرین دموکراسی کنم، آقا من میخوام اینها رو کمک کنم. میگم کیا رو میخوای کمک کنی؟ بیا ببین. آها، اولش طبق مأمور مفتخورای دیگه این بالا برای من چی نوشته؟ اجازه بدید، این بالا نوشته شما هم تو برنامه، اینجا ببین نوشتهش، شما هم تو برنامه نشان بده اگر موافقی حمایت کن. حالا باز میام بالاترش، ارتش 20 میلیونی، جشن چهارشنبه سوری، نوروز 94، مال نمیدونم کجای سوئد، مال پارسال گذاشتن اینجا، ولی امسال حالا گفته ارتش 20 میلیونی آماده برگزاری و مراسم شب چهارشنبه سوری و 13 فروردین، کنار گذاشتن حجاب توسط بانوان، رقص و پایکوبی توسط آقایان. دوستان ببینید این کارای این دوستان، همین آقای مهندس خواجه عبداللهی، همین ببخشید دروغ گفتنا، کدام ارتش 20 میلیونی؟ شما 5 نفر ندارین، 5 نفر نیستید. بعد حالا چهارشنبه سوری مردم میخوان بیان بیرون جشن بگیرن، چند تا بدبخت و بیچاره میسوزن، بعد عکساش بلا فاصله بعدش میاد و یکیتون نمیگید آقا اینم فرقی نمیکنه، اینم خرافاته. ولی این خرافات خوبه، خرافات اونها بده، خرافات همش بده. خب شازده رضا پهلوی و شاهبانوی ایران، شازده رضا از این تر پشتیبانی میکنید؟ خب ببینیم جواب ایشون چیه. ایشون معمولا جواب نمیده. دوباره چهارشنبه سوری ساعت 7، روز 13 نوروز ساعت 13، هر پنجشنبه هم ساعت 15. چند تا از این برنامه ما تا حالا دیدیم که هر سه شنبه جلو سفارت جمع میشن، هر پنجشنبه اونجا جمع میشن. بعد به این میگم آقا این کارایی که شما میکنید چه معنی و مفهوم میده؟ این خیلی جالبه. نوشته آقا میخوام کمکشون تبلیغ کنم، شما به این پیشنهاد موافقی یا مخالف؟ چه تبلیغی؟ شما اگر حاضر شدی 100 کرون از جیب در بیاری بری فلایر چاپ کنی توی ایرانیا پخش کنی، اون موقع من باور دارم که تو باور داری و تبلیغ کردی. ولی که مفتی مجانی به یه مشتی از من و خودت بیکارتر توی فیسبوک اینو بفرستی، این برای اون بفرستی، این برای اون بفرستی، اون برای اون بفرستی، اون برای اون، بعد از 5 نفر به دست خودت برسن، چه کار کردی؟ چرا دروغ میگی آقای حسن خواجه؟ اگر شما امروز با جرأت میای تو تلویزیون، تو ویدیو وای میسی، ویدیو میسازی دروغ میگی، بعد چرا انتظار داری آخوندا دروغ نگن؟ هر وقت جرأت کردی مهمون من 10 دقیقه 15 دقیقه بیا گفت و شنود داشته باشیم تا مردم بفهمن توی مغز شماها که حالا جوانتر هستید چی میگذره. و شما هیچ فرقی با آخوند ندارید، شما هم اگر قدرت به دستون برسه همون چوبه های دار، همون نوع اعدام، همون شکنجه و همین بدبختی ها رو ادامه خواهید داد.
من و شما شکایتمون از اینه که چرا من امروز پول ندارم، چرا من امروز قدرت ندارم، نه اینکه چرا این دیکتاتور پول داره و قدرت داره و پول و قدرت رو به مردم تقسیم نمیکنه. همش راجع به من هست، من، شما، من. دوباره آقای برید دنبال کنید، اینم تبلیغ برای شما، حسن خواجه روی فیسبوک، چپ و راستم ویدیو میذاره. ویدیوهای اولیش قشنگ بود، چند تا ویدیو توی حمام درست کرد، من بهش گفتم بابا جون اینجا معلومه حمامه، بیا این ور، پشت یه دری، پشت یه دیواری، تو خیابونی، فلانی، اینها. و امروز دیگه به اون صورت کسی نمیره نگاش کنه. برای من نوشته بود که چیز کنی، گفتم که مطمئنی که من میخوای درباره صحبت کنم؟ چون من وقت درباره یه چیز صحبت کنم نظر خودم رو هم میگم. و اما گوگل وایس اینو پخش کردم، اون دوستی بود که بله بله، آها، باید راجع به این دوستمون صحبت کنم. این دوستی که 5 تا برنامه آقای، بذارید من اینو اینجا یادداشت کنم چون نپرسیدم میتونم اسمش رو بگم یا نه. بله، این دوستی که برنامه 5 تا از برنامه های آقای حسن ارشاد رو حمایت کردن به من نوشتن ما میخوایم حمایت کنیم چیکار کنیم. گفتم با پیپل پرداخت کنید یا با بانک. با بانک شما اونجا هزینه شو میدید، بعضی هاشون اینجا نامردا از ما یه هزینه میگیرن، و با پیپل یه بار شما ازت میگیرن، از من هزینه شو میگیرن، ولی من باید این هزینه رو از شما بگیرم. گفت خب برام بنویس. گفتم اینقدر میشه؟ $15 هزینه پیپل، توتالش میشه اینقدر. ایشون لطف کرد گفت من اینو پرداخت میکنم، یه مبلغی هم اضافتر میدم برای خودت، برو چلو کباب. خلاصه ما رفتیم چلو کباب خوردیم مهمون ایشون، و جا داره ازشون تشکر کنم. اگرم دوست داشته باشه من اسمش رو در برنامه آینده بگم، و اگرم نه که هیچی. این پیام رو من دوباره پخش میکنم که اگر اون روز احتمالاً این بیننده ما این برنامه رو، برنامه اون روز رو ندید و نشنید، دوست عزیز من پیام شما رو گرفتم، ولی پیام شما اینه. ببینید شما چیزی ازش متوجه میشید؟ من دوست شما جناب صوفی بزرگوار صالحی بختیاری هستم، از جبهه آزادی خواهان ایران و همینطور انجمن نظر چین رو در نوات با تلویزیون باشید در تماس گرفتم. صبح گفته بودم که درمانی از هیچی. خلاصه این که چیزی حالیم نشد، ولی فکر کنم از فنلاند بود، چون اون شمارش 358 مال فنلاند هست. در رابطه با آقای ماسالی من با ایشون قرار گذاشتم، ببخشید. آب خوردم عدسم گرم. بعضی از این دوستانی که توی تلویزیون ها هستن و به جای میکروفون هایی که یکم بهتره از این میکروفون های ارزون تر میگیرن که به اینجاشون میزنن، بعضی وقتا هایی میخوان عدسه ای کنن، چی کنن؟ سرشون رو میارن پایین، اتفاقا داخل اون میکروفون عدسه میکنن. ولی حالا بنده سعی کردم از این میکروفون که اینجاست سرم رو بچرخونم اون، و اینا بهش میگن تریک ترید، یعنی اون کاری که شما انجام میدید رمز و رازهای خاص خودش رو داره، و اینا رو هم حقیقتا تو هیچ کلاسی بهتون یاد نمیدن. حتی اگه کلاسی باشه برای رمز و رازهای اینها، باز تا شما تو کار باهاش برخورد نکنی یاد نخواهی گرفت. خب حالا که صحبت از تلویزیون شد و ما به اون دوستمون گفتیم اگه خواستن ما کمک میکنیم و اینها، اگر شما هم میخواین برنامه داشته باشید میتونید تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگه میخواین تلویزیون خودتون رو داشته باشید که یه وقت خدای نکرده به خاطر اسم مردم تیوی دوستان شاهاللهی، حالا دیگه بهاءاللهی هم رفتن جز اونها، دوستان بهاءاللهی و اینها هم یه وقتی شما رو تحریم نکنن، با هر اسمی که خواستید تلویزیون خودتون رو باز کنید، قسمت شروع و کمکش و اینها رو من میتونم انجام بدم. ساعتی $1، باورتون میشه؟ یعنی با مای $720 در ماه شما میتونید تلویزیون 24 ساعته خودتون رو داشته باشید، هر چی هم میخواین نشون بدید، هر چیزی که دیگه از اون بهتر
در دنیا و در تولیدات تلویزیون و رادیو نبوده شما نشون بدید، هر چیزی که دیگه از اون بدتر نیست شما وجود بدید، هیچ کسی اونجا برای شما خط قرمز یا محدودیتی تعیین نمیکنه. این شما، این هم تلویزیون خودتون. ولی من هر کسی میخواد بهش پیشنهاد میکنم اول یکی دو ماه بیا تو تلویزیون مردم برنامه بذار، امتحان کن، آزمایش کن، یعنی اذیتاشو ما بکشیم. وقتی راه افتادی این دوچرخ سواریاتون، وقتا دوره ما که اینجوری نبود از این چرخهای آموزشی داشته باشیم، اینجا میگن ترینینگ ویل، اینجوری ولمون میکرد داداشمون تا بریم بخوریم به در دیوار بیافتیم رو زمین پامون زخمی بشه، بعد میگو اتفاقا حالا داری یاد میگیری، حالا داری یاد میگیری. ما حالا مثل دوره جدید چرخهای این دوچرخه شما میشیم. روزی که شما دوچرخ سواری رو یاد گرفتی، ما دیدیم وقتی ولد میکنیم تو خیابون دیگه از این چرخ ها استفاده نمیکنی، این چرخ ها رو باز میکنیم، شما رو میذاریم به دست خودت، اون موقع نرخش کمتر میشه. اگه خواستید تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. و اما یک شنبه این آقای رضا بدیعی به وقت مرکزی آمریکا، یک شنبه 13 به وقت مرکزی، نمیدونم چه کار کردن، برنامه برقرار شد نشد و خبری هم نیست. و بذارید بهتون نشون بدم دوستان که یه وقت فکر نکنید ما خدای نکرده داریم یه چیزی رو برخلاف اون واقعیت میگیم. قبول کنید که واقعیت اینجا با حقیقت یکیست. ماجرای حقیقت واقعیت اگه نمیدونید برنامه شبستری رو نگاه کنید. ببینید این همونی که اون روز نشون دادم، گویا 13 تا برنامه تا سال 2017 اینها برنامه ریزی کردن و میبینید January 8, 2017 و میگه شما برای که بیاین اینجا این کار رو انجام بدین، وقتی میای بذارید ببخشید تصویر عوض شد اینجا، بله میای این پایین میگه که اینجا رو کلیک کنید تا بیان توی این وبینار. وقتی کلیک میکنید، خب حالا امروز اینجوریه ولی دیروز که من زدم که موقعی چیزش بود، یه فایلی رو میفرسه که با فرمت به اصطلاح EXE هست و اینا رو کامپیوتر شما اون فایل یا اون پروگرام سوار میشه. در صورت من که جرئت نکردم اون فایل اینها رو اینستال کنم و ازش استفاده کنم. شما اگر شجاعت دارین و میخواین برید برای خودتون هر کاری میخواین انجام بده. اینم از این. پنجره باز میشود شیدا و مسعود جهاد. ایام بهار داره نزدیک میشه و اینها، ما هم سعی میکنیم یه سری آهنگا و موزیکای قشنگ و شاد برای شما بیاریم. یه نفرم یک موزیک امروز فرستاده بود، اگه اشتباه نکنم باز همون علی شیرازی عزیز بود، اون رو هم براتون بعد از برنامه میذارم، یا نمیدونم الان براتون بذارم یک بریکی ما بگیریم. وایسید ببینم باز میشه با این برنامه. پلیر 5 بفرمایید ببینیم، بله یکم توجه کنید ببینیم پخش میشه. نه خیلی کار نمیکن، بله فرمتش با این سیستم ما کار نمیکنه، باید فرمتش عوض کنم بعدم براتون بذارم. ولی یه سعی میکنم بین هر برنامه یه دوتا آهنگ بهاری، حتی اون قدیمی ها که خاطر ساز هست، چون ما میدونیم که بچه های 18 سال و 30 سال و 20 سال و اینا که بچه که برنامه ما رو نگاه نمی کنن، همه رو ما از خودمون تاروندیم و فراری دادیم. اینا رو میذاریم برای افرادی که همسن و سال خودمون هستن و احیانا خاطراتی با این آهنگ ها دارن. و اما ببینم چیز دیگه ای برای شما گذاشتم. یه اشکالی که تو این فولدر یا تو این پوشه لایو هست برای من اینه که وقتی چیزای جدیدی میذارم، بعد که اینا رو میخونم دوباره میرسم به اون چیزایی که خوندم ولی یه سری نخونده اون پشت اون پایین ترش هست. چجوری اینا رو من ردیف کنم که بتونم همه رو براتون بخونم، هنوز راه حلی براش پیدا نکردم. اون نانوا رو گفتم، خانم شایسته الهامی مقالهشون خوندم، یک شنبه 13 رو گفتم، شهریار رو بهتون نشون دادم، مقام آمریکایی که قبل از جنگ عراق با ایران رایزنی کرده اون رو نشون دادم و به این میگن پیشرفت. فیلم سوریه رو رها کن اونم بهتون نشون دادم، نوشته راجع مبارزات انتخاباتی آمریکا، پسر شاپور بختیار اونها رو هم بهتون نشون دادم. بذارید ببینم
بابا خیلی هم ما برنامه اون چی کاور میکنه واقعا. همگی با هم نوروز باستانی را در روز یکشنبه 20 مارس جشن بگیریم. اینها هم همون باز طبق مفخوری معمولی ما نشون نمیدیم، اگه خواستن خرج کنن ما هم نشون میدیم. و اما یک نوشته درباره آقای حشمت رئیسی بود، اون رو هم نشون دادم. اجازه بدید همینجا ازتون خداحافظی کنم و چهارشنبه با شما خواهیم بود. برنامه آقای اجلالی از دوشنبه ها که ساعت 4 بعد از ظهر اجرا میشد موکول شده یا منتقل شده به چهارشنبه ها 4 بعد از ظهر. ضمناً هفته قبل آقای مینویی برنامه نداشتن به دلیل اینکه اصلا تلویزیون ایتو اون هفته برنامه نداشت. امروز دوشنبه ساعت 6:30 احتمالاً برنامه دارن، اگر صدا و تصویر خوب باشه و درست باشه اون رو هم ما براتون میگیریم و ضبط میکنیم، رو بایگانی میذاریم و هر روز پخش میکنیم. اگر اشکالی بود منتظر میشیم چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر آقای مینویی. بارها گفتیم و باز میگوییم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و از اینکه با ما بودید و با تلویزیون مردم ممنون و متشکر، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. روی فیسبوک اگر این ویدیوها رو میبینید برای دیگران شیر کنید، حتی اگه مخالف هستید مخالفاتتون ببینن، نظر ما رو بشنون و بیان صحبت کنن، شاید ما عقیدمون عوض بشه، مثل شما دانشمند، آگاه، فرهیخته، دمریخته، پرریخته بشیم. روز روزگار بر شما خوش.